مهارت‌های زندگی قسمت 281 کنار گذاشتن عادات زشت. میکروبی به بزرگ نبوش دنده و پشن میکنم پیاز رنده برنده ببین کی اومده؟ سلام به هم میگی، خسته نباشید عباس آقا. سلام داشت برم، چه خوب شد که اومدی. امروز بعد جوری حالم گرفته بود. این تن بمیره ادای اون پیره مرده که دندون نداشته با لسه هاش کباب میخورد و در بیار یکم بخندی. شروع نکن دیگه عباس شد، میدونی که من خیلی وقت دیگه ادای کسی رو در نمیارم. یکی تو که تا همین چند روز پیش ادای همه محله رو در میآوردی، حالا چی شده ناز میکنی؟ همون موقع فهمیدم که کارم اشتباه بوده و تصمیم گرفتم دیگه این کارو انجام ندم. خب نده، حالا تو هم واسه ما کلاس میذاری؟ اصلا خودم داشته در میارم. عباس آقا از من میشنوی این کارو نکن، اگه بچت ببینی یاد میگیره ها، پس فردا عدوی خودتو در میاره ها، بعدش هم از کارت پشیمون میشی که دیگه سودی نداره. بوی سوختی از کجاست؟ عباس آقا جوابت سوختا. دیدی شون یارو رو انگار پیچ موره کمرش شال شده، اینطوری را میرم ببری اگه بچت ببینه یاد میگیره پس فردا ادای خودتو در میاره ها. آخ ملاجم، این درخت رو کی کاشته اینجا؟ بابا جوری چی گزده؟ منو در میاری؟ چطور؟ ولی یه جورایی صدا تو مثل من زخیم کردی ها. نه یه بار دیگه بگو بینا. نه جمله قبلی تو میگم، بابا چی شده رو اونو بگو. بابا چی شده؟ شبیه بود؟ نه ولی دیگه تکرار نشد. چی؟ بازم صدا تو کلوف کردی مثل من؟ نه بابا صدای خودمه، بذار کمکتون کنم. نمیخواد، خودم بلند میشم، بکرده پیر شدم. بابا میشه برم شی دانا؟ آره برو. یادم اومد یه چیزایی باید میخریدم، من برم خریدامو بکنم، تو هم زود برگردی خونه. باش. سلام دانا چطوری؟ دندونم درد میکنه. چه بابا در میزنی؟ دندونم درد میکنه. از خاله میکنی؟ دوست داری یکی ادا خودتو در بیاره؟ من که ادا ندارم، دندونم درد میکنه. سلام بچه ها. سلام. چی شده بارزا؟ مگه پیچه ماره بادشان شده که اینجوری نمیری؟ دیوز موقع بازی خودم زمین. یه دور بزن بینیم. واسه چی؟ تو بچه درد داره؟ آره. تو چرا اینجوری شده ای؟ چرا همه رو مسخره میکنی؟ خب مگه چی میشه؟ دوستی با هم دیگه. وقتی کسی رو مسخره میکنی اون آدم ناراحت میشه، حالا چه دوست باشی چه غریبه، فهمیدی؟
سخت نگی بابا، حواسش کلی میخندی. من رفتم، خدا حافظ. خوش اومدی. عید لگر قافله عیده. چی شد بابا؟ هیچی بابا، چشم ندید لیوان افتاد. گفتی چش، یاده یه چیزی افتادم. امروز یه مشتری داشتم که میخواست حرف بزنه، صد بار پلک میزد. آقا سیخ کوبیده بدین. بابا یه سیخ گد. چه جاله، اتفاقا شما وقت نزبانی میشی همینطور دندو پلک میزنی. تو خیلی مسخره بازی، کار دیگه ای نداری بچه؟ اتفاقا میخواستم همین الان برم پیش دوستان با اجازه. بودو برو بینا. سلام تویی؟ سلام دانا، می بازی کنی؟ نه بیا دیگه، بارسلم صدا میکنی. نمیام. چرا؟ آخه تو همه شدا هم مخصره میکنی. ناراحت نشو، دست خودم نیست، عادت کردم به این کار. خوب این عادت خیلی بدیه. خوب تو با این کار منه خودت رنجوندی. حالا بیا بریم بازی کنیم فعلا، بعدا در موردش صحبت میکنیم. نمیام، من با کسی که عدای بقیه رو در میاره بازی نمی کنم. خدا حافظ. سلام پارسا. سلام. پات هنوز خوب نشده؟ نه هنوز. میای بریم بازی کنی؟ با این پا آخه؟ تازه تو که بازی نمی کنی، فقط میخوای مسخره کنی و ادا در بیاری. نه نه ترس، دیگه مسخرت نمی کنم. من که به خاطر خودم نمیگم. تو هر کسی رو که مسخره میکنی من ناراحت میشم. این کارت اصلا درست نیست. ببخشید الان میخوام برم، چون مامانم کارم داره. سلام. سلام پسرم. ایوال بابا جون، الان وقتش بود که یه بادی بخورن. اومدی کمک بابایی؟ بله. این هم واسه چی میخندی؟ آقا خیلی با مزه بود، جیگم تو گیر کرد. بده من باید بازن، اصلا نمیخواد کمک کنی. برو خونه ببینم. باید چه تربیت کردیم؟ بدو شلم. سلام باباخی، چند سیخ کباب میخواستم. گفتی چی میخواستی؟ چند سیخ کباب. کباب ها، میارم خدمتتون. دستی شما درد نکنه. سلام عباس آقا. سلام آقا مرتضا، خوش اومدی، بفرما. چی شده پکری؟ راستش این آقا فرنگ حرفی زد، چند روز بعد جوری ریختم بهم. مگه چی گفته؟ بلش کن، هیچو. باشه، هرجور راحت. چند روز پیش جلو آقا فرنگ داشتم اده یه بابایی رو در می آوردم که فرنگ شروع که به نصیحت کردن منو گفت اگر به چت ببینه یاد میگیره و پس فردا ادای خودتو در میاره. ها راست گفته آقا جون، پدر و مادرها آینه بچه ها هستن، هر کاری بکنن بچه هم این توتی ازشون تقلید میکنن. بله همینو میخوام عرض کنم. اون روز من حرفای فرهنگو جدی نگرفتم، ولی مثل این که بیران نمیگفته آشمون. اومدی کمک بابایی؟ بله. چه جالب، اتفاقا شما وقتی از زبانه میشی همینطوری تونتون بلک میزنی. خب چرا نمیذاری کنار این کارو؟ میخوام ولی واسم عادت شده، نمیتونم. اگه تلاش کنی میشه. آخه چه جوری؟ راهش تمرین و تکرار کار درسته. تو باید سعی کنی کارهای بدتو کنار بذاری و کارهای خوب و زیاد انجام بدی. اینا تو حرف راحته، اما وقتی بخوای انجامش بدی سخته. راه داره، از این به بعد هر وقت خواستی ادای کسی رو در بیاری، فکر کن یکی هم داره ادای خودتو در میاره. چی؟ مگه کسی جرأت داره ادای آقا عباس رو در بیاره؟ الان شاید نشه، اما یکم که پیر بشی همه چی شدنیه.
من اگه جای تو بودم به جای عصبانی شدن تمرین و تکرار میکردم تا کارای بدم و کنار بذارم. حالا بیجمعت یه چند تا سیخ کباب بده ببرم خونه که خانوادم کم کم دارن نگران میشن. رو چشم بابا، از اون روزت که موقع بستن خوردن چشماشو میبسته در میاری؟ پسر احمد و در آوردن کار خوبی نیست. از این به بعد این کارا تو خانواده ما قدغنه. اصلا خوشم نمیاد. بستنش خیلی خوشمزه است. روش جونت، بازم برات میخورم پسرم. پدر جان، اگه دنبال اینکت میگردی اینجاست. ممنونم بیشترم، اگه تو نبودی معلوم نبود تا کی باید دنبالش میگشتم. خدا حفظت بده. خیر پیش. بابا، اون مردی که کجکی را میرفت و یادته؟ آره. نخواد از خیابون رد بشه اما نمیتونه. بابا اینو بگی. آقا صبر کنین آقا، دستتونو بدیم. هرسان موسینه ایشیم کنم. او بیا بابا، نمیدونی وقتی بردمشون ور خیابون چقدر خوشحال شد، کلی ازم تشکر کرد. آفرین پسرم، حالا بیا بستنی تو بخور تا آب نشه. بدی شده. سلام بچه های خوب. سلام. میای با هم به بازی کنیم؟ من میرم خونه این بستنی های که ریخته رو دستم و بشورم بابا. شما که دوست نداشتیم با هم بازی کنیم؟ قبلن آره، اما الان دیدیم که چطوری به اون آقای کمک کردی تا از خیابون رد بشه. ما خیلی خوشحال شدیم که به جای مسخره کردنش بهش کمک کردیم. آقا تصمیم گرفتم عادتهای بدم رو کنار بذارم. خوشحالم رفیق عزیز. حالا همه گی بریم با هم بازی کنیم. آره بریم. بریم.